خب زنبلاغ جان، من تا کسی دیگه نیومده من این چیزو بذارم. تو نظر دیگه داری قبل از اینکه من اینو بذارم مقالطه پهلوان پنبه رو؟ فعلا نه، حالا بذار بعد صحبت میکنیم. باش باش، خیلی من اینو بذارم سری، من یه سری مثال هم دربارش میذارم. خب خب این مقالطه پهلوان پنبه هست، این ترجمه انگلیسیش هم کسایی که میدونن لاجیکال فالسی استرامن حساب میشه. خب اینجا خودش هم گفته استرامن. خب فکرم استرامن، البته فارسیش نمیشه پهلوان پنبه، استرامن به فارسی میشه مترسک فکر کنم، درسته؟ آره. خب مقالطه پهلوان پنبه، من حالا الان سوتی هم زیاد میدم برای اینکه فارسی خوندن خیلی وقت تمرین خیلی وقت نکردم، خب سوتی های من رو شما ببخشید. مقالطه پهلوان پنبه یا مقالطه حمله به مرد پوشالی از مقالطات مقام نقد است که شخصی وقتی با مدعایی مخالف است و آن را نادرست می‌داند، برای نشان دادن نادرستی آن از راه غیر منطقی مقالطه استفاده می‌کند. در مقالطه پهلوان پنبه هیچگاه در دلیل و برهانی ضد مدعای نخستین مطرح نمی‌شود، بلکه ناقد مدعایی را که قدرت نقد آن را ندارد کنار می‌گذارد. آها این خیلی جالب، یک مدعا با ادعا فرقی نداره، درسته؟ هم مدعا همون ادعاست. یک مدعای سست و ضعیف را که توانایی نقد آن را داره به طرف مقابل خود نسبت میدهد. آها یعنی یه نفر میاد، مثلا من راحت تر بگم، این خیلی خوب توضیح نمیده، یه نفر میاد یه استدلال میکنه، به جایی که تو جواب استدلالش رو بدی میاد استدلالش برمیداری، یه استدلال ضعیفتری رو میذاری جاش، یه جوری رفتار میکنه که انگار این استدلال ضعیف‌تره اون چیزی که این شخص گفته. خب مثلا زنبلاغ الان اینجاست، خب زنبلاغ میاد یه استدلال میکنه، یه نتیجه گیری میکنه، من به جایی که بیام مبارزه کنم با این استدلال و بگم که چرا استدلالش اشتباهه، چرا استدلالش ممکن قوی تر از اونی هست که مثلا من ممکنه بتونم جوابشو بدم، اینو برمیدارم میام میگم ای زنبلاغ پس تو اینو گفتی، و با اون استدلال ضعیف‌تر میجنگم. خب برای همین بهش میگن مقالطه پهلوان پنبه، یعنی مثلا یه پهلوان ممکنه بیاد جلوت میخوای باش بجنگی ولی این زورش زیاده، خب میری یه پهلوان پنبه ای میسازی که شبیه این پهلوانه است، میزنی این پهلوان پنبه ای رو شکست میدی، انگار که مثلا فرض کنی که مثلا از پهلوانه بردی. خب یا مثلا مرد پوشالی، به جایی که با خود اون مرد بجنگی چون زورت نمیرسه، یه مرد پوشالی درست میکنی با اون مرد پوشالی میجنگی. خب کجا بودیم؟ مقالطه پهلوان پنبه ترفندی است که از یک راه شخص می‌تواند میزان تاثیرگذاری و مقبولیت شخص مدعی را کاهش دهد، هرچند مدعای نخستین پاسخ داده نمی شود. درست گفتم؟ آره. این مقالطه به نوع خود پرکاربرد است و در نقد مکاتب و نظریه های دینی، مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به کار می رود. برخی افراد غیر متخصص نیز در جریان نقد جامعه مرتکب چنین مقالطه هایی می شوند. علت نامگذاری این مقالطه به پهلوان پنبه این است که ناقد به جای مبارزه با پهلوان اصلی، پهلوان پوشالی ساخته آن را بر زمین می زند. خب یه مثال هم بذاریم که از این مثال شد بگیریم. مثال مقالطه پهلوان پنبه در بسیاری موارد در مناظره‌های علنی بر سر مسائل جنجال برانگیز و احساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. من فارسی خوندنم خیلی هم بد نیست، بعد از 13 سال نخوندم خوب می‌ذارم، اونقدرم که فکر کردم حالا ضعیف هست ولی اونقدرم که فکر کردم ضعیف نیست. شخص اول، شخص الف، مناسب است که قوانین مربوط به آبجو را آسان‌تر کنیم. خب شخص الف میگه که بیاین قوانین مربوط به آبجو را آسان‌تر کنیم. شخص ب، شما میگویید مواد مخدر را آزاد کنیم، مگر جوانان این مملکت صاحب ندارند؟ هر جامعه‌ای که دسترسی آزاد به مواد مخدر دارد محکوم به چیه؟ فناست و ارزش‌های انسانی و اخلاقی در آن محکوم به فناست. فنا یعنی چی؟ یعنی به از بین رفتن، نابودی. مرسی. محکوم به فناست و ارزش‌های انسانی و اخلاقی در آن فرو می‌ریزد. خوبه که اینجا هستی زنبلاغ، من فارسی خوندنم ضعیفه، تو درست کنی.
پیشنهاد ها. خب پس این چرت این دومی چرت و پرت گفته دیگه، معلومه این میشه مغلطه، مغلطه است برای اینکه شخص الف این همه چرت و پرتی که شخص ب گفت و شخص الف نگفته بود، درسته؟ پیشنهاد اولیه شخص الف این بود که قوانین مربوط به آبجا آسان‌تر شود، در حالی که شخص ب پیشنهاد او را به اشتباه ارائه کرده و وانمود می‌کند که او خواهان آزاد کردن مواد مخدر است و به هم این و به همین هم ها و به همین هم این من و به همین هم پاسخ و به همین هم پاسخ میدهد، درسته. این این یک مغلطه منطقی است، چرا که شخص الف هرگز پیشنهاد به آزاد کردن مواد مخدر رو نداده بود. خب میام ما یه مثال چیزام بزنیم، مثال دینی بزنیم. خب مثلا فرض کنین که ما به یه مسلمان میگیم که چی بگیم مثلا به مسلمان؟ ببینید شما اثبات خود، یعنی شما ما به خدا تا وقتی که اثبات براش نداشته باشین، تا وقتی سند برای وجود خدا نداشته باشین، تا وقتی که شواهد نباشه. البته من فرق، من باید ببینم که تو فارسی فرق سند و شواهد چیه. تا وقتی که شواهد یا اسناد براش نباشه، ما به وجود خدا نمیتونیم باور داشته باشیم، چون شما هیچ دلیلی، هیچ سندی برای وجود خدا ندارید. خب بعد این شخص مسلمان ممکنه بیاد بگه که یعنی شما تا یه چیزی رو نبینید بهش اعتقاد ندارین. یعنی ببینید تو کتاب اول دبستانم فکر کنم این بود که ببینید ما که فکر، ما فکرامونو که نمیتونیم ببینیم ولی فکر ما وجود داره. خب پس کسایی که میگن ما خدا رو نمیتونیم ببینیم پس خدا وجود نداره، اینا دارن اشتباه میکنن. برای اینکه خیلی چیزا هست که ما نمیتونیم ببینیم. ما مثلا هوا نمیتونیم ببینیم ولی باد نشون میده که هوا وجود داره. مثلا عشقا که کسی نمیتونه ببینه، مثلا موجای رادیویی رو که کسی نمیتونه ببینه. نگاه کن این خدا ناباوران دقیقا مثل کسایی هستن که میگن که موجای رادیویی وجود نداره چون ما نمیتونیم ببینیم، در صورتی که این مغالطه پهلوان پنبه است. برای این که من موندم، ببینید خیلی جالبه، ما وقتی که مثلا دین و اینا میخونیم توی ایران یه جوری درباره بی خدایی مثلا به ما بعضی میگفتن که انگار مثلا یه مش آدم احمق اومدن گفتن ما خدا رو نمیبینیم پس نیستش حتما. بعد که ما رفتیم فلسفه و تاریخ و فلسفه اینا خوندیم دیدیم که اصلا این مثلا بی خدایی چقدر تاریخ طولانی داره و چقدر هم کسایی که توی این فلسفه بودن چه حرفای پیچیده‌ای میزدن. یعنی اصلا یعنی واقعا پنبه ترین پهلوان ها، یعنی بی خدایان رو پنبه تر از این نمیشه کرد. از این که آها بی خدایان میگن آه ما نمیتونیم خدا رو ببینیم پس نیست داشتن من، یعنی دقیقه مغلطه پهلوان پنبه است. یعنی به جای اینکه بیان گوش کنن ما میگیم سند. خب شما ممکن یه چیز رو نتونیم ببینید ولی خب سند داریم براش. خب ما هیچ وقت نگفتیم که مثلا آها ما خدا رو نمیبینیم پس چون نمیبینیمش وجود نداره. خب ما موجای رادیویی سند براش وجود داره، اثباتش میشه کرد که وجود داره. خب ما گفتیم سند، اثبات، شواهد که حتما لازم است عینی باشه، خیلی این خیلی مسخره است که این همه همیشه میگن که آه خدا ناباورا تا چیزی رو نبینن بهش اعتقاد پیدا نمیکنن. نه خب ما با موجای رادیو اعتقاد داریم که وجود داره و هیچ وقت هم نمیتونیم ببینیمشون. خب میتونیم. خب این مغلطه پهلوان پنبه. یه مغلطه یه سیاسیش هم مثلا بگیم. سیاسی مثال داری تو زن بلاغ؟ همین دیروز نه دو روز پیش توی لایو مون بگو مثلا میاد میگن چرا مثلا در تظاهرات اینجا آدم کشته شد، چرا کشتین، چرا مثلا اومدین مثلا به سر طرف تیراندازی کردین، بعد سردار میاد میگه که خب ما نه مثلا به پاشون هم زدیم. خب یا اینکه مثلا میان میگن که خب مثلا تو آمریکا مثلا خب میکشن دیگه، نه این تظاهرات شد فلان یک نفر رو کشتن فلان، یا خب اونجا هم میکشن. یعنی به جای اینکه بیاد مثلا توضیح بده چرا اینجا کشته شده مثلا یا کار بدی بوده یا خوبی بوده و بیاد به موضوع اینجا بپردازه، چون تو خیلی از مناظرات هم می‌بینیم مثلا این مقاله دیگه است که ایران صحبت نه دیگه چرا اینم همینه، به جای اینکه بیاد توضیح بده خب میاد میگه مثلا در فلان کشور هم انجام میشه.
اینم به نظر خب نه این مغلطه ای... این یه مغلطه این مغلطه whataboutismه که میشه این نه این ببین این مغلطه پهلوان پنبه فرق داره این به مغلطه که تو گفتی. بذار ببینم whataboutism به فارسی چی میشه، یه لحظه کن. این مغلطه که تو داری میگی مغلطه هست، ولی مغلطه whataboutismه که به فارسیش میشه پس چه ایزم. خب اینها این مغلطه که تو میگی مغلطه پس چه ایزم هست. خب یعنی تو میای میگی شما اشتباه کردین، خب بعد به جای اینکه بیاد جواب بده که چرا این اشتباه نیست، میاد میگه پس اینا چی. خب به جای اینکه بیاد جواب به تو رو بده که چرا این درست. یعنی تو داری استدلال میکنی که چرا این کارشون اشتباهه، به جای اینکه بیاد بگه نه این اشتباه نیست، میگه پس اونا چی. خب این مغلطه پهلوان پنبه فرقش با پس چیزه اینه که تو میاد حرف تو چیزی رو استدلالی رو که تو گفتی میاد میگه تو یه چیز دیگه گفتی. یعنی تو مثلا زنبلاغ میاد استدلال A رو به ما میده که چرا حرف درسته. خب استدلال A تو برای من انقدر قوی هست که من نمیتونم جواب استدلال A تو رو بدم. من میایم میگم زنبلاغ B گفت و B استدلال ضعیفتره و من به جنگ با استدلال A تو بجنگم با استدلال B که تو نگفتی میجنگم. خب یعنی من اگه بیام بگم که تو یه چیزی گفتی که نگفتی، حرف تو دهن گذاشتنه. خب مغلطه پهلوان پنبه حرف تو دهن گذاشتن مثلا زنبلاغ. من میام میگم زنبلاغ اینو گفت این اشتباهه، زنبلاغ ممکن بیاد بگه که من اصلا همچین حرفی نزدم، تو جواب کی داریم، تو جواب منو داری نمیدی، من همچین ادعایی نکردم. خب پس این میشه پهلوان پنبه. این که تو گفتی هم میتونیم هفته بعدم همین اتفاقا این مغلطه که تو گفتی خیلی استفاده میشه، پس چیزم میتونیم این مغلطه رو دفعه بعدم اینو بررسی کنیم. خب یه مثال سیاسی هم من بزنم از همین مغلطه پهلوان پنبه که همین درست پیش برامون تو لایو اتفاق افتاد. من مثلا گفتم که من داشتم دفاع میکردم از این که آزادی بیان، یعنی معنیش ما اگه میخوایم از آزادی بیان دفاع بکنیم معنیش اینه که مثلا آتیش زدن یک پرچم خب توی کشور باید آزاد بشه. خب و یه نفر تو لایف چت گفتش که خب آرمین این که بیان نیست، این عمله و تو داری میگی اگه این عمله مثلا قتلم عمله. خب و اگه قتلم عمله، اگه تو بخوای بگی که عملا هر عملی باید آزاد بشه، خب پس ما باید مثلا قتلم باید آزاد بکنیم، همه چی دیگه باید آزاد بشه. تو داری آزادی بیان فقط نیست و آزادی هر عملی رو داری تبلیغ میکنی. خب یعنی من داشتم پس این گفتش که البته این ممکنه سلیپری سلوپ باشه این مغلطش، ولی داشت میگفتش که تو حرفی که داری میزنی آرمین، تو داری میگی هیچ محدودیتی برای هیچی نباید داشته باشه. خب من در صورتی که همچین حرفی نزدم. خب یک سری عملایی بیان هست. خب اصلا بیان خودش یک عمله، نقاشی ممکنه کاریکاتور کشیدن یه عمله. خب یک سری عملهایی روش بیانه. خب جلو گرفتن یک سری اعمالی که فقط بیان یک نظره، محدودیت اینا نقض آزادی بیانه. من چون یک سری عملهایی که فقط ابراز یک سری عقاید هست، چون میگم اینا باید آزاد بشه، هیچ وقت این ادعا رو نکردم که هر عملی باید آزاد بشه. خب همین مثلا آتیش زدن پرچم. خب آتیش زدن پرچم میتونه غیر قانونی باشه، میتونه قانونی باشه. خب شما فرض کنین که آتیش زدن پرچم، شما اگه برین پرچم یه نفر دیگه رو بردارین آتیش بزنین، این غیر قانونیه. شما رفتین پراپرتی یه نفر، ملک یه نفر دیگر رو خراب کردین. خب این غیر قانونیه، درسته؟ ولی اگه شما برین پرچم خودتون رو بخرید، خب یه باربیکیو هم راه بندازین، برین از مغازه پول بدین پرچم خودتون بخرید و این ملک مثلا پرچم آمریکا رو بخرید، ملک شماست، بذارین تو باربیکیو آتیش بزنی، ویدیو بگیری بذاری رو اینترنت، این نباید غیر قانونی باشه و نیست. تو آمریکا هم نیست، تو فرانسه هست ولی تو آمریکا نیست. من نظر من این بود که این نباید غیر قانونی باشه. حتی آتیش زدن پرچم هم عملی هست که میتونه غیر قانونی باشه. شما فرض کنین پرچم منو شما برین بردارین، برین اون پرچم من آتیش بزنین، این به نظر من باید غیر قانونی باشه. شما حق ندارین پرچم من آتیش بزنی، میخوای پرچم آتیش بزنی برو پرچم خودتو بخر، ملک خودته. اگه به طور امنی، به طوری که به کسی صدمه وارد نشه، بتونی پرچم رو یعنی کاری نکنی مثلا پرچم اینجوری آتیش بزنی ممکن خطرناک بشه، خون آتیش بگیره، خب این مثلا ممکنه غیر قانونی باشه. خب
ولی اگه پرچم خودت رو آتیش زدی، ملک خودت به کسی هم صدمه نزدی، به نظر من باید این غیر قانونی باشه. و این شخص وقتی که اومد گفتش که پس تو آرمین داری میگی که هر عملی باید قانونی باشه برای اینکه هر چیزی میتونه بیان حساب بشه، این مغلطه به نظر من، البته که فکر میکنین دارم اشتباه میگم، این مغلطه پهرابان پمس بهم بگی، من فکر میکنم داشت میگفت آرمین تو داری اینو میگی، در صورتی که من اینو نمیگفتم، پس این میشه مغلطه پهلوان پنبه. البته ببینید مغلطه ها اشکال نداره، بعضی موقع یه نفر یه مغلطه ممکنه مغلطه پهلوان پنبه بکنه، در صورتی که من نمیگی که ممکنه ادعاش این نباشه که من دارم اینو میگم، ممکنه داره سوال میکنه که تو یعنی داری اینو میگی. یعنی ببینیم بعضی موقع ها ممکنه یه کسی داره مغالطه پهلوان پنبه میکنه، ولی نه این مغالطه نبود، داره میگه آرمین تو اگه این، ممکنه یه سوال باشه، ممکنه بگه آرمین تو یعنی وقتی میگی این معنیش اینه، من بگم نه معنیش این نیست، فقط میخوام من یه ذره واضح تر صحبت بکنم. خب پس همیشه بعضی موقع ها اگه یه نفر مثلا میخواد داره به تو جلو تو داره میگه تو معنی حرف دینه، نگیم که این مغلطه بود، برای که میخواست به تو فرصت بده که حرف تو واضح تر بده. ممکنه شخص دو روز پیش ممکنه هدفش این بوده. خب زنبلاغ تو صحبتی نداری؟ من الان یه مثال دیگه نگاه کردم، داشت میگفت که مثلا بچه ها بعد از مدرسه باید بهشون بستنی داد. خب بعد اون یکی دیگه مثلا میگه که خب بستنی هر روز بخوام بخورن امکان داره برای سلامتیشون خوب نباشه و اینا. بعد نفر اول میگه که یعنی چی تو میخوای مثلا کاری بکنی بچه های ما همیشه گرسنگی بکشن؟ این مثلا ما دو در مورد مثال پهلوان پنبه و همچین مثالی زده. یه مغلطه خیلی چیز جالبه. یه مغلطه که دینداران خیلی میزنن مثل در برای اخلاقه. خب ما مثلا میگیم که حد و حدودی که دین و مذهب گذاشته برای ما کاربردی نداره و به نفع جامعه نیست. خب بعد کسایی که دین دارن خیلی موقع ها میان میگن که یعنی شما میگین هیچ حد و حدودی تو جامعه نباید باشه دیگه، همه چی خر تو خر، هر کی هر غلطی دلش بخواد بکنه. خب یعنی ما چرا داریم مخالفت میکنیم با حد و حدودی که دین برای ما گذاشته؟ ما میگیم اینا خط قرمزای مناسبی برای جامعه نیست. اینا میگن که پس شما دارین میگین که هر کس هیچ خط قرمزی نباید باشه دیگه، هر کسی هر غلطی بخواد بتونه بکنه، شما هیچ دلیلی برای رفتار اخلاقی و اینا ندارید، در صورتی که این میشه مغالطه پهلوان پنبه. یه کسی به من فرق مغالطه و مغالطه رو بگه لطفا. این میشه مغالطه پهلوان پنبه برای اینکه ما چون مخالفت داریم میکنیم با قوانین اخلاقی دینی، معنیش نیست که خودمون به قوانین اخلاقی اعتقاد نداریم، میگیم شما قوانینتون چرت و پرته و کاربرد دیگه هم برای جامعه نداره. زن بلاغ من سه نفر دیگه الان منتظرن که بیان بالا بگم که میذاری بیام اینا رو بگم بیام بالا. اگه نظر آخری هم داری بگو که من بقیه. آره خیلی خیلی خوب. نه من داشتم با یکی دوستام هم صحبت میکردم چندی پیش، هم میگفت که من فکر کنم اونم میگفت که مثلا اگر این قوانینی که در اسلام هست شما بهشون ایراد داری، خب برای اینا قانون باید اجرا کرد دیگه. خب شما تو خیابان هم که وقتی راهنمایی هست بهش احترام بذاری دیگه، اگر که اینم احترام نذاشنه چرا قرمز بود میتونی بگیم. خب دوتا چیز زنبلاغ صدات قطع وست میشه من نمیشتم زنبلاغ جان صدات قطع وست میشه بذار من الان بقیه رو بیارم برای که من خیلی متوجه نیستم برایش میگی شرمنده باشه فعلا